اینو میکشیم توی ظرفمون. بذار ببینم. به به به. این تموم شد. اینو میذارم. کاری که میکنی اینو میذاری داخل یخچال توی ویترینه. هر کی هم مشتری خواست این مواد روش و اینجوری شو کاغذه دیزاینش خوب نبود ولی عیبی نداره. شما سخت نگیر. هر چی دشتر بشه هر چی دشتر بشه قشنگ‌تره. خب این از این. حالا به عشق شما یه گاز میخوام بهش بزنم. گاز دندونم درد میکنه. دندونم سرجری کردم به خاطر اون. خب میخوام یه گاز کوچولو بهش بزنم ببینم صادقانه هنوز نخوردم. بذار یه کوچولو. آقا کوچولو میخوام. گاز میخواید. دوتا اینجوری خوردش میکنید نگاه کنید ولی خیلی نازک. این از پیازامون اول کار. حالا من باقیشو خورد میکنم. پیازا رو میریزیم کف مایتابه. این از این. خیلی راحت و بی‌دردسر. قدیمی ترین ساندویچ ایران میخوام بهتون یاد بدم. ساندویچ ماکارونی که ما بچه بودیم عاشقش بودیم. حرارت هم ملایم رو به بالا. خیلی ساده. پیازا رو میذاریم. اولش هم آب اضافه نمی کنیم. کمی نمک بهش میزنیم تا بافت شکسته بشه. وقتی که پیاز عرق کرد میبینید؟ وقتی که پیاز عرق کرد الان وقتشه که یه مقداری روغن بهش اضافه بکنیم. البته من زیاد بهش روغن نمیزنم. تا زمانی که پیازامون داره سرخ میشه کاری باهاش نداریم. میایم اینجا قارچ داریم. لطفا تیکه قارچ رو یه مقداری ضخیم بگیرید. من قارچ قهوه‌ای گرفتم. شما قارچ سفید هم میتونید استفاده کنید. نیاز به 5-6 تا دونه قارچ معمولی دارید شما. اینا رو هم خرد کنم بذارم کنم. بچه که بودیم هم مدرسه میومدیم گشنه. دو نفری پول اونو میذاشتیم. یه ساندویچ ماکارونی میخریم. اما ساندویچ ماکارونی کمی متفاوته نسبت به ساندویچ‌های دیگه. ضخامت این ماکارونی رو نگاه کنید خیلی کلفتره. باید بزرگترین سایز ماکارونی رو بگیرید. این بزرگترین سایز ماکارونی هست که تو استرالیا حتما از فروشگاه کلز گرفتنش. این از این. این آماده شد و ساندویچ ماکارونی با ماکارونی فرق میکنه. دم کشیدنی نیست چون هی ریهیت میشه، هی داغش میکنن، هی میره کف هات پلیت، هی داغ میشه میره تو ساندویچ. این اشتباهو نکنید که این باید دم بکشه. من روش اصلیشو بهتون یاد میدم که انگوشتاتون هم بخورید. این پیازه رو یه حالی بهش میدیم تا این مرحله رسید. میبینید یه مقداری که شروع به تغییر رنگ کرد نیاز داریم ادویه هامونو بزنیم. ادویه‌مون چیه؟ من بهتون میگم. دارچین داریم یه مقدار، درسته؟ ادویه رو من زیاد سرخش نمی‌کنم اما تو این باید سرخش کنید. یه مقداری فلفل سیاه داریم و یه کوچیلی هم بهش زردچوبه اضافه میکنیم. داشتی تا اینجا اوکی. حالا میایم سراغ گوشت چرخ کردهمون. نگاه کنید گوشت چرخ کرده گرفتم. چربی زیاد بالایی هم نداره اما چون من نمیخوام زیاد درست بکنم. این گوشت چند گرمی بود؟ 500. آره چون نمیخوام زیاد درست بکنم من نیاز به 250 گرم از این گوشت دارم. تقریبا 250 گرم از اینو ور میدارم. میدونید با همین موادی که بهتون گفتم چند تا ساندویچ درست میشه؟ این 250 گرم. اینم اضافه میکنم بهش و شروع میکنم اینا رو خرد کردن و هم زدن. روغنم نریختم چون این گوشت خودش روغن میندازه و نباید زیاد چرب بشه. وقتی که روی یخچال رفت گوشت باید چربی یخ نزنید. زمانی که اون روی گازه میایم اینجا نگاه کنید اصلا این غذا 10 دقیقه هم کار نداره. یه ذره روغن بهش میزنیم. داشته باشید ها. این وجی اویل معمولی هم هستش. بعد اینکه روغن بهش زدیم کمی هم بهش زردچوبه میزنیم. این میشه آب ماکارونی. خب تا اینجا داشتید. بعد اینکه خوشمزه بشه نمک بهش اضافه میکنیم. خب این از این. کمی هم فلفل سیاه که عطرش روی ماکارونیه بمونه. این از این. اما من ماکارونی همه رو حقیقتا رژیمم نمیخوام درست بکنم. نصف میشه درست میکنم. اینم دست میندازم اینجا. نصف میشه در میاد. میریزم اینه اینجا. حالا همین اول کاری آبتونم از 100% جوش باشه. همین اول کاری یه همش میزنم
نگاه کنید این تو این نمی چسبه نه چیزی. ما اینو تا دمای پخت 95% میبریم، یعنی بیشتر از ماکارونی که داخل خونه شما میذارید میجوشه و دمکش میکنی. حالا زمانش برسه تست گرفتنش هم بهتون یاد میده. البته اینو من لاکچریشو بهتون یاد دادم، اون موقع فنگون چرخ میکردم میذارن جون جواد 90% چرخ فنگون میذارن، یعنی اصلا هیچ کی نمیدونه فنگون چیه، فامیلیجا فنگون چرخ میکردن فنگون مرد، ولی به هر حال ما لاکچریش کردیم. قارچه هم توی همین مرحله که همه هم گوشتمون کاملا پخته و هم بافت پیازمون شکسته شده، قارچه هم تو همین مرحله اضافه میکنیم. این خیلی پر پیازه، میدونید چرا؟ هم مرغون به صرفه میشد و همین که وقتی میخوردی لذت بخش بود برای مشتری، به خصوص لذت بخش بود، هم حجم ساندویچ رو زیاد میکرد چون پیاز خرجی نداشت. من دقیقاً همونو میخوام بهتون آموزش بدم. تازه قارچ هم این اواخرا بهش اضافه کردن، قارچ هم نداشتش. حالا من خیلی از آموزش‌ها رو بعضی وقتا نگاه میکنم، ولی این اونیه که واقعا ساندویچی ها درست میکردن چون خودم تو ساندویچی کار میکردم. حالا این رو رهاش میکنم، میذارم این بافت قارچ هم شکسته بشه و بعد میریم سراغ درست کردنش. نگاه کنید اون اونجا داره آماده میشه، اینم اینجا داره درست میشه. تنگ منگ تموم شد رفت. حالا آماده که شد بهتون نشون میدم. این به این پایه رسید، همه چی آماده است، منم خوشم اومده تا الان همه چی اوکیه. حالا اینو چیکار میکنیم؟ نیاز به دو تا قاشق رب داریم، خامی رب رو ازش میگیریم، حسابی کف میدیم تا هم رب بهمون رنگ باز کنه، هم روغن بندازه، هم روی موادمون بشینه. اینو تقریبا 3-4 دقیقه باید با هم تفت بدید، ولی یه مقداری باش مهربون باشید که به قارچ آسیب نرسونید به واسه بشه. اینو دیگه از اینجا تخصصی میره برای کسایی که ساندویجی دارن. جون جواد الان استرالیا مستید امریکایی، اگه ساندویجی نوستالژی میزنید حتما دقت بکنید. حالا بعضی ها میگن آقا چقدر مار، آقا این خیلی باله، هر کی بخوره تو مغازه هم بیاری سودش وحشتناکه. بدید اینو $30 دست من نمو شوخه میکنم، ولی 20 راحت تو استرالیا میخرنش. این آماده شد، نگاه کنید چه رنگی باز کرد، خوشگلی مشکل. گاز رو زیرش رو خاموش میکنیم. خب میایم اینجا اینو میکشیم توی ظرفمون. بذار ببینم، به به به، این تموم شد. اینو میذارم اینجا، اینم کشیدم. نصف از اینو با موادمون قاطی میکنم. بعد اینکه موادم آماده شد، یادتونه ماکارونی ها رو میکشیدن روش دیزاین میکردن و گوش شق کرده و رو شما میدیدی، اما ساندویچ رو میخریدی هیچی توش نمیومد، اون الکی برای رو تاپش بود. اونم براتون درست میکنم، یه ساندویچ هم میگیرم حالشو ببریم. بریم با هم دیگه ببینیم ماکارونیمون چطور شده. تقریبا بالای 10 دقیقه است، این 10 دقیقه شده، این داره میجوشه. حالا میایم تست ازش میگیریم. نگاه کنی اینجا، نگاه کنی سپر کثیف شد، نمیکنم آقا نگاه کنید. خب شبیه آسکاریس شده. اینو نگاه کنید، یه فشار بهش میدید، هنوز یه مقداری سفته. خیلی باید راحت تر از این ماکارونی له بشه. بس میذارم تقریبا 3-4 دقیقه دیگه میجوشه. ببینید تستم اینجوری بگیرید، نگاه کنید، روزم بدنمایی داره ولی نگاه کنید، نه یه ذره دیگه میخواد. 3-4 دقیقه دیگه بمونه، ماکارونی ما آماده است. ببینید چی سپریت هم هست، میبینید کاملا از هم دیگه جدا شده چون تو ظرف بزرگ انداختم. باید ماکارونی حتما ظرفش بزرگ باشه، فضای آبش زیاد باشه تا اون چیزی که مورد دلخواهتونه رو بهتون بده، به کسی یاد ندید. یه خواهش ازتون دارم، یه ذره عقب‌تر واسه خطرناکه، یه نفر یه بار اینجوری سوخته. فقط یه خواهش ازتون دارم، چون آب این زیاد بوده، این ماکارونی نیاز به شستن نداره. حالا میریم برای مرحله بعدی، آب روش به هیچ عنوان نریزید. اینم یک کم قلقاس که بهتون گفتم. بردم اینجا، نگاه کنید ببینید چقدر راحت سپریت میشه. دلیلش چیه؟ ماکارونی رو میندازم اینجا. دلیلش میدونید چیه؟ چون فضای کافی برای جوشیده شدنش گذاشتم، حجم آب زیاد بوده، اصلا لعابه محو شده. اما اگه جاش کم باشه اصلا تعطیله، یعنی تمام زحمتی که کشیدی از بین میره. آنی این قاشق رو برنگی؟ آینا پیدش کردم، نه اینو میخوام. قاشق کلش هم برید، خودم بریدم به شیپ دادم، شبیه زبون گاو شده. خب بریم این از این. حالا تو این مرحله گاز دوباره روشن میشه، حرارت رو نگاه کنم،
حرارت وسط ملایم کمی رو به بالا. بهتون گفتم نصف موادمون رو بهش اضافه میکنم. این هم نصف مواد. این لاکچریشه ها، شما میتونید کمتر هم بزنید. حالا شروع میکنم اینو به مدت 1-2 دقیقه هم زدن. این از این بچه ها تا اینجا داشتید. اوکی. یه لحظه در مای تاوانو بیارم. اینو ما اینجا گذاشتیم. این ماکارونی آماده سرو شدن، حتی اینو شما خالی هم میتونید بخورید. دقیقا همون ماکارونی نوستالژی قدیمی. اما حالا حرارت رو کم کم میکنم، یعنی تا جایی که امکان پذیره برام. درش رو میذارم. خب این از این. حالا اتفاقی که میفته همون یه مقدار بخاری که توش ایجاد میشه برای ما کفایت میکنه، طعم و مزه سس رو بهش تزریق میکنه، خیلی خوشمزه میشه. حالا چرا این کارو میکنی؟ چون این دوباره میره توی یخچال، هر بار که مشتری میاد قراره ما داغش بکنیم. این ساندویج ماکارونی مثل ماکارونی که تو خونه درست میکنن، این برداری دم بکنی. اون دم کرده رو شما بیاید روی هات پلیت بریزید، داغش کنید، بهتون میگم چه اتفاقی میفته. ببینید بعضی از آموزش ها رو واقعا، حالا کاری ندارم، بعضی از آموزش ها رو بعضی کسایی یاد میگیرید که واقعا کار کردن. میگیرید چی میگم؟ فیلم ساز نیستن. اینی که دارم بهتون میگم علمیشه، کاربردیشه و خوشمزه میشه و یه عالمه هم تجربه پشتشه. اینو امتحان بکنید، خاطر خوش میشید. میذارم دقیقا 5-6 دقیقه بعد من درشو باز میکنم و میکشم تو سینی و تزیینش هم به شما حتما نشون میدم. حالا کاری که میکنید اینو میذاری داخل یخچال تو ویترینه. هر کی هم مشتری خواست این مواد روش ور نمیداری، یه بغل از کوچولو از ته همیشه. ببین این میره برای دیزاین، این ته ور میداری، نه اینکه بری از کله برداری. از بر بدید آقا کله بردار. ای خدا. هر چی حرف میزنیم آقا، من هر میگن جوادی چاکو در نره. من به خودم عادی سو به عمل شاملو گفتم قشنگترین گویش ایرانی چیه؟ گو آقا گویش کوچه بازار. من کوچه بازاری صحبت میکنم. آقا بلده من سیم قشنگ صحبت میکنم. یعنی به خدا یعنی چی؟ آیا میشود این ماکارونی؟ جواب نمیده. شما هم دوست دارید، منم حال نمیکنم. خب نگاه کنید ساندویچ خفن اینقدر. این ساندویچ کاغذ ساندویچ هم داریم ما، حتی میتونم براتون بپیچمش. البته این کاغذه خیلی تعطیله ولی من تمام تلاش رم را میکنم. ببینم جواب نداریم کاغذه اصلا، بذارم اینجوریش کنم. آها اینجوریشو کاغذه دیزاینش خوب نبود ولی عیبی نداره. شما سخت نگیر، هرچی دشتر بشه، هرچی دشتر بشه قشنگتره. خب این از این. حالا به عشق شما یه گاز میخوام بهش بزنم. گاز دندونم درد میکنه، دندونم سرجری کردم بخاطرونه. خب میخوام یه گاز کوچولو بهش بزنم ببینم. صادقانه هنوز نخوردم. بذار یه کوچولو. آقا کوچولو میخورم. به خدا همون ریخ پایین، همون مزه قدیمی، همون عطر قدیمی، خیلی خوشمزه شده. ماکارونی ها هم ببینید عینن قدیما داخلش حفره داره، معلومه این حفره ها. این ماکارونی رو بعد بگیرید، ماکارونی ساندویچیه، میبینید حفره ها رو. آقا درست بکنید، دمتون گرم. اگر برای رستوران درست میکنید خیلی پرسوده، جزو غذاهای پرسود و نوستالژیه. یه مقداری فلفل بهش بزنید، تندش بکنید. بعضی از مادران تو شرایط سخت اقتصادی، واقعا تو ایران الان یه نفر با این خرج و مخارج بتونه زندگیشو بگردونه، خیلی باید هنرمند بشه. اما میخوام این قول رو بهتون بدم، دارم از ایران قیمت همه چیزو دارم میگیرم، میخوام غذاهای اقتصادی خانوار بهتون یاد بدم، یعنی با هزینه‌ها خیلی کم درست بشه. از خدا میخوام بهم توانایی بده. خیلی شرایط کاری الان سخته، تو یه بحران مالی سنگینم هستم. میدونم همه چی تو چند ماه آینده درست میشه، اما در خدمت شما من خاک پای تمام هموطنانم هستم و میخوام غذاهای ارزون بهتون یاد بدم، کمک کنم چجوری سفرتون رو منیج بکنید، چجوری مدیریت مالی تو آشپزخونه بکنید و اینکه به هر حال هر کمکی که در توانم هست انجام بدم. روی ماه تک تکتون رو میبوسم. از خدا براتون بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه روانتون سالم باشه، جسمتون سالم باشه و شاد زندگی کنید. دمتون گرم. خدا یارو نگهدار.